تماسمون با آقای علی نظری، سردبیر روزنامه مستقل آنلاین از تهران وصل شده است. سلام آقای نظری. کنترل شدید مردم توسط برخی از حکومت‌ها از جمله نظامیان میانمار تا آنجا که در بازگشت از سفر تلفن همراه افراد را بازرسی می‌کنند نشان از چه چیزی دارد؟ آقای محمدی، من خدمت شما سلام عرض می‌کنم، خدمت مخاطبان محترم شبکه امام حسین در تمام دنیا عرض سلام و ارادت دارم. نیمه شعبان تولد حضرت حجت ابن الحسن العسکری رو به همه مشتاقان و ارادتمندان و شیعیان آن امام بزرگوار هم تهنیت میگم. ببینید، به هر حال هیچ سیستمی در دنیا، سیستم سرکوبگری، تا به حال نتوانست که با سرکوب و بستن دهان مخالف و قل و قم مخالفین خودش باقی بمونه. اگر سیستم سرکوب واقعا می توانست منجر به ماندگاری یک حکومت باشه، الان باید تمام حکومت‌های ظالم گذشته که در ظلم و در تخریب مخالفان و منتقدان خودشون باقی میموندن. پس این یک وعده حقه که به هر حال ظالم سرنگون خواهد شد و شده، و این هست که ما در همه جای دنیا دیدیم حکومت‌های استبدادی که با اتکاب ماشین سرکوب فکر میکنن و میتوانن برای همیشه دهان مخالفین خودشون رو ببندن، واقعا در اشتباه بوده و هستند. سیستم سرکوب دولت میانمار و پلیس میانمار که میخواهد مخالفین و منتقدین خودش رو در واقع قلع و قمع بکنه، از این قاعده خارج نیست. اونها هم هیچ کاری نمیتونن بکنن. به هر حال سیستم سرکوب شاید موقتا برای مدتی بتواند وضع رو به همون شکلی که دیکتاتوران و سرکوبگران میخوان برگردونه. بله. اما اینطور نیست که ماشین سرکوب منجر به اصطلاح جاودانگی یک دیکتاتور یا یک نظام دیکتاتوری باشه. بله. جناب نظری، چه راهکارهای بین المللی برای مقابله با اقدامات دولت میانمار و پایان به این رفتارهای فراقانونی و ضد حقوق بشری وجود دارد و وظیفه رسانه ها و مردم تحت ستم این کشور در این رابطه چیست؟ کمیته حقوق بشر سازمان ملل باید هرچه سریعتر، ضمن اینکه محکوم میکنه و قطعنامه میده، اما در کنار این باید نماینده ویژه به میانمار اعزام بکنه که نماینده ویژه قطعا میتونه گزارشش در کمیته حقوق بشر مبنای برخورد با اون دولت سرکوبگر باشه. به اعتقاد من اولین کاری که کشورهای عضو کمیته حقوق بشر سازمان ملل متحد میتونن بکنن، باید یک نماینده ویژه تعیین بشه به میانمار. الان هم خوشبختانه با فضای شبکه‌های اجتماعی و فضای مجازی دیگه مانند دهه‌های 60 و 70 و 80 اینجوری نیست که سیستم سرکوبگر بتونه مردم و آزادی خواهان رو در درون هر کشوری محدود بکنه. بله. و سرکوب قطعاً سرکوب میشه، اما خودش الان خود کشورهای دیگه، جامعه مدنی در سایر کشورها باید طریق شبکه‌های اجتماعی و فضای مجازی به کمک آزادی‌خواهان و دموکراسی کشور میانمار بده. بله. جناب نظری، در نگاه معصومین علیهم السلام، زمامداران در مقابل مردم چه رفتاری باید داشته باشند و پیامبر اکرم و امیرالمومنین در زمان حکومتشان چگونه با مردم رفتار می‌کردند؟ ببینید، مهمترین چیزی که میتونه برای ما الگو باشه و مبنا باشه همون سیستم حکومت آقا امیرالمومنین در 5 سال و 6 ماه، در اون 66 ماهی که علی ابن ابی طالب حکومت رو به عهده داشت
ما میتونیم ادعا بکنیم، ادعامون هم مستند هست، که امام علی علیه السلام دموکرات ترین حاکمی بود که جهان تا به حال به خودش دیده. شما نگاه بکنید وقتی که در مسجد کوفه یک یهودی میاد که امام با درشتی صحبت میکنه، ظاهرا میسم و یا یک دیگه از یاران امام بوده که میخوان با اون برخورد بکنن، امام علی جلوگیری میکنه. دیگه این حکومت حکومت علیه و در حکومت علی هر مخالفی حق داره که حاکم رو نقد بکنه. این به اصطلاح افتخار بزرگ برای ما هست که امام علی یک مخالف و منتقد غیر مسلمان رو بهش آزادی میده که تمام عیار و تمام بد حاکم رو نقد بکنه، ولو اینکه اون حاکم شخصیتی مثل امام علی و امام معصوم هست. این سیره علوی و روش محمدی باید مد نظر ما باشه که منتقد و مخالف حکومت رو محترم و مقتنم بشه. ممنونم از شما. علی نظری از تهران با ما همراه بودند.